همونطور که قول داده بودم میخوام این بسته‌بندی شکلات رو براتون یه کالبوچه کافی بکنم. همونجوری که از ظاهر قضیه میبینید و اگر این شکلات رو تهیه کرده باشید و از نزدیک جزئیات چاپیش رو بررسی کرده باشید، متوجه شدید که اصولا این بیشتر به نظر میرسه که قهوه‌ای قرمز و خب حالا اینجا هم یه کار طلاکوب انجام شده و در قسمت های مختلف دیگه هم به همین شکل اون خطی رو که در واقع شما اینجا میبینید این کار طلاکوب انجام شده و این هم کار طلاکوب انجام شده، ولی ما برای این که دقت بیشتری رو داشته باشیم میکروسکوپ رو اتصال میدیم و این رو بررسی میدیم. خب من لوپ یا ذره‌بین چاپ یا میکروسکوپ چاپ رو متصل کردم و میخوام به شما ترام های این کار رو نشون بدم. این قسمت قهوه‌ای کاره که شما الان میبینید از 4 رنگ تقریبا تشکیل شده. قسمت های دیگه این قسمت از در واقع مجنتا و سایان و یلو داره و همینجور قسمت های دیگه. این قسمت طلاکوب هست و این قسمت قرمز هست که الان میتونید شما ترام های زرد رو ببینید و یه رنگ قرمز رو هم میبینید که اینها در واقع ترام های مجنتاست. خب از این نتیجه میگیریم که این کار اولا که 4 رنگ رو داره، اما وقتی حرکت میکنیم و میایم روی قسمت های دیگه که در واقع حرکت کردم و اومدم روی قسمتی که اینجا لوگوی خود نسله هست، شما اینجا را اگه نگاه بکنید و دقت کنید و اگر روی نمونه چاپی که خودتون گرفتید و با لوب نگاه کردید دقت کنید، میبینید اینجا یه قرمز داره که این قرمز به نظر نمیاد که زرد و مجنتا باشه. البته ببینید زرد و مجنتا وقتی 100% انتخاب بشه تقریبا یه همچی قرمزی میده، اما وقتی که تا این حد بزرگ میکنید و ترام های مستقلی میبینید به رنگ قرمز، باید شک کنید به این که این قرمز قرمز مجنتا و یلو نیست، چون ما اینجا تقریبا اثری از ترام های زرد نمیبینیم. بنابراین میتونیم بگیم که این کار غیر از 4 رنگ CMYK که یک رنگ قرمز خاص خود نسله هم داره، بنابراین میتونیم بگیم 5 رنگ چاپ شده به همراه یک طلاکوبی که شما روی کار حتما دیدید. اما یه سوالی رو که من از شما دارم اینه که بگید بهتر این بود که این کار به چه شکل چاپ بشه. این که حالا این کار یک بسته‌بندی خارجیه دلیلی نمیشه که ما نتونیم بهتر و بدتریش رو در واقع اعلام بکنیم. به نظر من این کار میتونست به یه شکل دیگه چاپ بشه که خیلی بهتر از این و شاید با هزینه کمتری انجام میشد. این سوال رو شما جواب بدید. ممنون.